أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری. عزیز که بیننده ما هستین از قاب تلویزیونی شبکه جهانی هادی تیوی، کمال سپاس امتنان داریم در خدمت شما عزیزان هستیم از کنار بارگاه ملکوتی مولا الموحدین آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در کنار جوار ملکوتی حضرتش داغو نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم. در ماه مبارک شعبان قرار داریم و این شب و روزها نزدیک است به سالروز ولادت با سعادت حضرت آقا علی اکبر، فرزند برومند آقا امام حسین علیه السلام. از اینجا که حضرت علی اکبر علیه السلام به گفته خود امام حسین علیه السلام شبیه ترین انسان ها از نظر چهره، از نظر اخلاق و از نظر گفتار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، لذا به همین مناسبت موضوع بحث برنامه ما هم بحث جوان و جوان از منظر قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام می باشد. از خداوند منان سپاسگزاریم که ما رو در این ایام و ساعات حیات داده به ما که بتونیم از ذوات مقدسه اهل بیت و همچنین حضرت علی اکبر علیه السلام این ذوات مقدسه رو الگوی خودمون و سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم و بتونیم از چشمه زندگی حیات ایشان یک شمه ای از این چشمه و یک جرعه از این آب پاک و روان بنوشیم و در طریق این بزرگواران مشی کنیم. لذا در خدمت استاد گرامی هستیم، استاد ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد احمدی. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله استاد گرامی، همچنان که خدمت دوستان و شما عرض کردیم، موضوع برنامه ما در رابطه با جوان از منظر روایات و قرآن کریم علیه السلام هست، لذا به این مسئله میپردازیم که اول باید به مسئله نگاه کنیم که جوان چه اهمیت و چه ویژگی داره در دین مبین اسلام و خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام چه نگاهی نسبت به جوانان داشتن و در دین مبین اسلام چه دیدگاهی نسبت به چه منظری نسبت به جوانان دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و معین. فرا رسیدن اعیاد فرخنده و متبرکه شعبانیه، ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام و ولادت با سعادت قمر بن هاشم حضرت ابی الفضل علیه السلام، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و ولادت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای تمام مسلمانان و ستم دیدگان و مستضعفان جهان، به ویژه خدمت بینندگان محترم و خدمت شما تبریک عرض می کنیم انشاءالله تبارک و تعالی که خداوند عالم به یمن میلاد این ستارگان فروزان هدایت برای همه انسان ها از رحمت های خاصه خود نازل کند. در مورد سؤالی که حضرت عالی فرمودین در نقش جوان و اهمیت جوان در دین مقدس اسلام، دین اسلام اصلا اساس
شروع هدایت و سعادت جامعه را با جوانها تعریف کرده است و معرفی نموده است. دین از قدیم و از قبل از شروع دین مقدس اسلام، حتی از انبیاء گذشته هم، از جوان به عنوان کسانی که شروع کرده و برای مردم کار کرده و خدمت کرده یاد کرده است. در مورد داستان حضرت ابراهیم قرآن مقدس می فرماید که وقتی که بت‌ها را شکسته دیدن بت پرستان، سوال کردن از همدیگر که من فعل هذا بآلهتنا، قال سمعنا فتا یذکر یقال له ابراهیم. گفتن یک جوان این کار را کرده است که اون را ابراهیم میگویند. بت‌ها را یک جوان شکسته است. انشاءالله در جامعه ما هم بت‌های امروز ما را جوانها میتواند بشکند، همان قسمی که بت‌های عصرهای قدیم شکستش به دست جوانها بود. اما در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بازم شروع آیین یکتاپرستی و آخرین برنامه توحیدی، نقطه شروع اون توسط جوان شده است. اولین شخصیتی که در راه اعتلای کلمه توحید از جا بلند شد و با پیغمبر اکرم همراه شد، جوانی بود که اون جوان آقا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. 10 سال از عمر مبارکش گذشته بود که با پیغمبر همراه شد و تمام وجود خود را در راه دین مقدس اسلام به کف دست خود گرفت و تا آخرین لحظه عمر خود دین مقدس اسلام را گسترش داد و پرچم هدایت به دستش بود. برادر اون حضرت، حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه، هم جوانی بود، 10 سال از حضرت امیر المؤمنین بزرگتر بود. یعنی در اون عصر که حضرت آقا امیر المؤمنین به پیغمبر اکرم ایمان آورد، جناب جعفر ابن ابی طالب 20 سال عمرش بود. خب این جوان 20 ساله 22 ساله رهبر مسلمان ها شد و نزدیک به 75 نفر را با خود به سمت حبشه برد از مسلمان ها، شاید هم بیشتر. قدر متیقنش این قدر بوده که به نظرم میرسد قبل از جعفر ابن ابی طالب هم 10 نفر و 5 نفر میرفتن از مکه، اما جناب جعفر یک قافله بزرگ را گرفت و رفت به حبشه و به پیش پادشاه حبشه نجاشی که رسید، به دنبالش عمرو عاص و یک عده ای از کفار قریش رفتن که اینها را برگردانن. استدلال محکم این جوان باعث شد که نجاشی پادشاه حبشه مسلمان ها را پناه بدهد و به اونها گفت به خدا قسم اگر به اندازه کوه ابو قبیس برایم طلا بدهید، این مسلمان ها را من به تو نمی سپارم که ببری برگردانی به مکه معظمه. داستانش مفصله. این از این نقطه. یک جوان دیگه در مدینه منوره شروع کرد به هدایت مردم به اسم مصعب ابن عمیر، 17 سال عمر داشت. دو قبیله بزرگ مدینه را مسلمان کرد و پیغمبر اکرم این خبر رسید، بسیار خوشحال شد و این جوان را حضرت پیغمبر اکرم رهبر کل مسلمان ها در مدینه قرار داده بود. تا پیغمبر از مکه به مدینه نرفت، یک جوان به اسم مصعب ابن عمیر هدایت میکرد مسلمان ها را. در جنگی که در هنگامی که پیغمبر از دنیا میخواست بره، یک جوان به اسم اسامه ابن زید را سردار و سرلشکر تمام مسلمان ها قرار داد، فرمود که هر کس از لشکر اسامه تخلف کنه خدا لعنتش کنه. مورد لعن قرار گرفت. این قد برای جوان اهمیت داده دین مقدس اسلام از نظر عملی، اما از نظر قولی و گفتاری،
آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه سنگ تمام گذاشته برای جوان. یک نامه است در نهج البلاغه، نامه 31 که مخاطب حضرت اونجا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است، اما در حقیقت مخاطب حقیقی اون حضرت تمام جوانهای تاریخ است. اونجا میفرماید قلب الحدث کل ارض الخالیه. این دیگه بله بزرگترین ارزشی است که برای یک جوان قائل شده از دین مقدس اسلام. قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب جوان است که مثل زمین صاف است و مثل زمین بغل و غش است. در اون زمین هر تخمی را که بپاشی همون سبز می شود. یعنی به جوانها امید دارد امیر المؤمنین. امید حضرت امیر المؤمنین به جوانهای جامعه است. غیر جوانها هم مؤمنین زیاد است. خب اونها زحمات خود را کشیده و دوران خود را گذرانده، خسته می شه. دیگه فشارهای دنیا زیاد، این جوان است که نیروی با نیروی جدید با فکر جدید و با توان جدید به عرصه آمده. قلب الحدث کل ارض الخالیه، در این قلب باید بذرهای ارزشمند پاشیده بشود که ثمرات ارزشمند بدهد و عالم را منور و نورانی و روشن بگرداند. تشکر از شما استاد گرامی. کما که در بیانات شما فرمودین، قانع کردن یک جوان به مراتب برای که یک دین در نشر دین معارف اسلام، قانع کردن یک جوان به مراتب راحت تر از یک پیرمردیه که عمر خود با یک عقایده سپری نموده. خیلی ممنون از شما استاد گرامی. بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم و بعد از میان برنامه خدمت شما عزیزان هستیم. داده ام دل به تولای کسی مثل علی، مستم از نرگس شهلای کسی مثل علی. زده ام چنگ به دامان کسی مثل نبی، عاشقم بر قد و بالای کسی مثل علی. زده بر ماه فلک طعنه رخ زیبایش، مات کرده رخ زیبای کسی مثل علی. کیست این شاهد غیبی که پر از طنازی است؟ کار او پای رکاب پدرش سربازی است. این همان احمد مختار حسین ابن علی است، پسر ارشد و دلدار حسین ابن علی است. هیبتش حیدری و تیغ کجش صفشکن است، این همان حیدر کرار حسین ابن علی است. با قدمهاش دل از حضرت لیلا ببرد، بودنش رونق بازار حسین ابن علی است. هاشمی طلعت و زیبا رخ و شیرین دهن است، صورتن مثل محمد شده و بلحسن است. آقای من، علی اکبری و ارشد اولاد حسین، تکیگاهی و چکوهی تو با بنیاد حسین. گاه همرنگ نبی می شوی و گاه علی، بی سبب نیست توی جامع ازداد حسین. ای عصای پدر پیر بمانی جاوی، میرسی ای پسر عشق به امداد حسین. هر کجایی به سلامت که توی شور حیات، بر تو و بر قد و بالات دمادم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. است عرض سلام مجدد خدمتشون بینندگان عزیز، در خدمت استاد گرامی هستیم. استاد گرامی، در رابطه با اهمیت جوان در دین مبین اسلام و سیره اهل بیت صحبت کردین، نقطه شروع زندگانی یک جوان چیه؟
یعنی میتونیم که ابتدای زندگی یک جوان از کجا شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نقطه شروع حیات جوان و برداشتی که این حقیر دارد پیدا کردن ارزش برای یک جوان است. جوان باید دنبال این باشد، این نقطه را پیدا کند که چی چیز می تواند برای او ارزش باشد. چرا این مهم است؟ برای اینکه تا انسان متوجه نشده است که ارزش او در چیست، نمی تواند که خودش را قانع کند که برای جامعه مفید است و نه مشتری و خریدار می آید سراغش. انسان وقتی که ارزش خود را پیدا کرد مشتریش می آید و او مشتری را پیدا می کنه، مشتری هم او را پیدا می کنه. به عنوان مثال بزنم، در میان حیوانات این مسئله را ما فهمیده ایم که ارزش یک حیوان به این هست که چاق باشد. هر قدر چاق‌تر باشد ارزش بیشتر دارد، مشتری سراغش میآید و پول میذاره و او را میخره، از میان همه حیوانات اون را انتخاب میکند. ارزش یک حیوان به این است. ارزش یک جوهر و یک گوهر و این است که اون از معدن اصلی گیر بیایه، بدلی نباشه، مخلوط نباشه، خلوص داشته باشه، خالص باشه. ارزش یک انسان باید ارزش خود را پیدا کند که ارزشش چیه. اگر این نقطه را پیدا کرد که ارزش او چیست، اون وقت مشتری انسان پیدا می شود. ارزش انسان وقتی برای انسان پیدا میشه که انسان از چند چیز کنار بگیره خودش رو. یکی این که از مثلا تحت تأثیر قرار دادن جو و محیط خودش را آزاد کند، چون گاه انسان در یک محیط زندگی میکنه، در یک محیط خاصی که اونجا بعضی از اشیا را خوب میگه، بعضی از اشیا را بد میگه، بعضی از اشیا را ارزشمند و بعضی از اشیا را بی ارزش میداند. این که فلان مردم و فلان قریه و فلان شهر چی چیز را ارزش حساب میکند، این برای انسان ضرر است. یعنی یک پرده است، یک پرده ظلمانی است که مانع میشود از این که انسان ارزش خود را پیدا کند. این یک نکته. نکته دوم این که اگر انسان بخواهد ارزش خودش را پیدا کند، باید که پرده جهل را کنار بزند. پرده جهل را باید کنار بزند، کاری کند که زمینه جهل نابود بشود، خود را از جهالت خارج بکند، با جاهل زندگی نکند، کار جاهلانه را انجام ندهد. این نکته دوم است. نقطه سومی که انسان می تواند ارزش خود را پیدا کند این است که با افراد ارزشمند که کارهای بزرگ را انجام داده است بشیند و از او مشورت بگیرد و از بیانات او بهره مند بشود. با این نقطه سومی که عرض کردیم، تا انسانهای ارزشمندی که در این عالم ارزشمندترین انسان است، واضح است که او انبیا و اولیای الهی است. از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیا و اوصیای الهی، از امیر المؤمنین تا حضرت امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، اینها انسانهای ارزشمند است. اگر انسان گوش خود را به بیانات این انسانهای بزرگوار و مقدس بدهد، ارزش خود را پیدا می کند. اینا می فهمند که چه ارزش است و چه ارزش نیست. خب باید بریم سراغ بیانات ائمه سلام الله علیهم اجمعین. در بیانات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین چند چیز به عنوان ارزش معرفی شده است، چون نقطه حیات یک جوان از ارزشیابی است. اون وقت ارزش را از کجا باید
دست بیاره با برداشتن این سه تا گام. و اون گام سوم گام اساسی و اصولی است. در این گام اصلی و اساسی هم حرف اول را امام پیغمبر خدا میزند. کلام خدا و پیغمبر را هم انسان باید از قرآن و حدیث بگیره. قرآن باید با قرآن مأنوس باشه، با روایات ائمه علیهم السلام مأنوس باشه و با رهبران دینی و علمای ربانی که قرآن و روایت بلد است، از اینها باید بشنود که اینها چی گفته. خب اون وقت نقش علما هم در این لابلا پیدا میشه. علمای ربانی و علمای الهی واسطه است بین خدا و در بین خلق خدا، واسطه بین پیغمبر و امام و در بین خلق است. هیچ کسی اون وقت از علما بی نیاز نمی شود. حتی اگر کسی مغز اینشتین داشته باشه، تیاره بسازه، اگر کشتی ها بسازه، هر چی که بسازه باید که از عالم دین را از عالم دین باید بپرسد که چه ارزش است. این که این چرا؟ چون که عقل خود انسان هر قدر که رشد کند و عقل عقل مخلوق است. عقل مخلوق کجا؟ درک خالق کجا؟ علم خالق کجا؟ علمی را که خدای تبارک و تعالی میان خلق گذاشته است با واسطه انبیا و اوصیای الهی گذاشته. انبیا و اوصیای الهی را کلماتش را، افکارش را و اون چرا که اونها در برایش مهم بوده از علما میفهمد. اونهایی که سالهای زیاد درس خوانده و با قرآن و روایات آشناست اینها میفهمد. پس باید از اینها بپرسن که ارزش انسان در چی هست. شما چی استفاده کردین از قرآن و از روایات؟ خب اون وقت این علما معرفی میکند ارزش را برای جوانها و برای جامعه. بله، تشکر استاد گرامی. بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه دیگه داریم، انشاءالله بعد از میان برنامه خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه بحث. مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد، بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد. بانگ تکبیر نگر در همه عالم برپاست، همه گویند مگر جلوه یزدان آمد. از زمین نور به بالا رود امشب، زیرا نور خورشید امامت همه تابان آمد. قائم آل محمد، گل گلزار رسول، حجت ابن الحسن، آن مظهر ایمان آمد. روز ولادت خلاق سرمد است، او از تبار حیدر و از نسل احمد است. در آسمان و زمین میرسد به گوش، میلاد قائم آل محمد است. یا مهدی، یا مهدی، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق، میلاد تو قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند. بیا و حسن ختام زمان باش یا مهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجام. عرض سلام مجدد خدمتشون بینندگان عزیز. در ادامه بحث خدمت استاد گرامی هستیم. استاد عزیز، فرمودین که نقطه شروع زندگانی یک جوان از زمانی شروع میشه که او ارزش خود را پیدا کنه، و ای که این جوان چه چیزی را ارزش قرار بده، نیاز به این داره که از کسی که ارزش شناسه
میگه قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری، کسی که متخصص این فن باشه که بتونه ارزش یک جوان برش توصیف کنه. اینا رو بیان فرمودین. حالا رجوع دادین جوانا رو به سمت عالم دین، گفتین اونا برن از علمای دین بپرسن. شما من حیث یک عالم دین، من میخوام از شما بپرسم که ارزش و چیزهایی که یک برای یک جوان ارزش میشه و میتونیم بگیم ارزش جوان چنین چیزهایی هست، امور برای ما بیان کنیم که دوستان عزیز، جوانانی که در پشت قاب تلویزیون نشستن تماشاگر برنامه ما هستن، بدونن که چه چیزی ارزش جوان است. بسم الله الرحمن الرحیم. شما لطف میکنید و بزرگواری میکنید. ما برای ارزش، برای اون چی که ارزش است برای یک جوان در یک دهه محرم، چند جلسه صحبت کردیم. الان خلاصه چند تا ارزش را اینجا عرض میکنیم در یک چند دقیقه کوتاه. تشکر. یکی از چیزهایی که برای انسان ارزش است، برای یک جوان ارزش است، ادب است. ادب برای انسان خیلی ارزش است. برخلاف این که نگاه عام بر این است که هر قدر انسان پاک باشد، لباس قشنگ بپوشد و موبایل درجه بالا داشته باشد و نمیدانم که در فلان شرکت باشد و یا در فلان منصب و کرسی و ریاست باشد، ارزشش بالاست. و گرچن اینها خوبه، اینها فضل است، کمال است، اما ارزش انسان به ادب انسان است. انسان باید مؤدب باشه. ادب در گفتار و ادب در رفتار و ادب در بین جامعه، ادب در خانواده، ادب با برادر، ادب در برابر فرزند. این مجموعه هر کدامش بحث داره، خلاصهش و به صورت مجموعی اینجور به صورت اجمالی عرض میکنم که انسان اگر از نعمت ادب بهره‌مند نباشه، اگر که مال دنیا را هم داشته باشه، دوست پیدا نمیتونه برای خود. اگر کرسی هم داشته باشه، دورش کسی جمع نمیشه. اگر که قوم داشته باشم، قومش به او اهمیت نمیدهد. او طلبگار میشه گاهی از قوم خود، از بستگان خود، که من نمیدانم درسم به این اندازه است و به فلان مقام هستم و فلانیا به من توجه نمیکند. اون ادب شایسته و بایسته موجود نیست. وقتی که انسان متخلق نباشد، خوش رفتار نباشد، خوش گفتار نباشد و در بزرگتر از خود را نشناسد، با کوچکتر از خود توجه نکند، او اینها همش ادب دیگه. بله. ادب یعنی انسان هر کی را بزرگتر از خودش باشد به چشم بزرگ ببیند، نه اینکه خود را در برابر او و در عرض او ببیند. یکی از اساتید ما میگفت که آقا قمر بن هاشم سلام الله علیه که به این مقام رسید و جایی رسید که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود به نفسی انت جان من فدای تو بشود، ادب قمر بن هاشم او را به اینجا رسان. این قدر مؤدب بود حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که در جایی که امام حسین نشسته بود او سخن نمی گفت. وقتی که امام حسین سلام الله علیه موعظه می کرد، او با دو گوش خود می شنید، کاملا گوش بود. وقتی که سید الشهدا علیه السلام دستور میداد، فورا حرکت میکرد، انجام میداد کار، تمام بود. و الا اگر حضرت ابوالفضل میگفت منم فرزند علی ابن ابی طالب، حضرت امیر المؤمنین مرا از امام حسن امام حسین کم نمیداند و خود را از امام حسین کم حساب نمیکرد، حضرت ابوالفضل نمیشد. حضرت علی اکبر سلام الله علیه به عنوان یک شخصیتی برومن وقتی که در تاریخ معرفی شده، اون ادبی بوده است که او را به اونجا رسانده است که هیچ وقت جلوتر از حضرت سید شهدا حرف نمی زد.
حضرت سید الشهدا به اون جایی که رسید، ادب او بود در برابر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. یک سال امام حسین از امام حسن کوچکتر، اما در برابر امام حسن کاملا تسلیم. وقتی که حضرت امام حسن صلح کرد بعد از شهادت حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، یک ادعا آمدن دور امام حسین گرفتن که شما شجاع هستی و شما قدرتمند هستی و شما سیاست مدار تر از امام حسن علیه السلام هستین، او بسیار سر صلح و سازش را گرفته، ما با تو هستیم و تو خلیفه باش و ما از تو اطاعت میکنیم. حضرت فرمود که این حرفا را فقط خواب و خیال است. هرچی که برادر بزرگوارم حضرت امام حسن مجتبی میفرماید همون درسته. 10 سال حضرت امام حسین در تحت حکومت معاویه زندگی کرد و معاویه خلیفه بود، امام حسین به عنوان یک فردی که خلاصه معمولی، یکی از مرد، یک مرد مسلمانی که در حکومت معاویه زندگی میکند، همین، هیچ کاری نکرد. چرا؟ چون حضرت امام حسن علیه السلام زنده بود. امام حسن علیه السلام هم وقتی که به شهادت رسید حضرت سید شهدا، تا 1 سال همو برنامه حضرت امام حسن ادامه داد تا معاویه زنده بود. معاویه که از دنیا رفت و یزید برخاست و حاکم شد، مسئله فسق یزید مشهود و مشهور بود در بین خاص هم. اونجا سکوت حضرت سید شهدا درست نبود، شروع کرد به قیام در برابر یزید. و همینطور آقا حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در برابر پیغمبر، حضرت می فرماید انا ادیب رسول الله، و این مضمون، من دست پرورده پیغمبر اکرمم، من عبد از عبید پیغمبر اکرمم، بنده از بندگان رسول خدام، اون مولای من است، من عبد او هستم. ببین ادب را. فرد دوم عالم خلقت در برابر فرد اول عالم خلقت، این خلاصه روش از زندگی را در پیش میگیره که اینها رشد میکنه. انسان هم وقتی که در دنیا باشد درس خوانده که خوانده دیگه، پدر پدر است. بله. انسان درس خوانده 12 کلاس گرفته، خب 12 رو بگذار که دیپلم چی گرفته باشه، لیسانس گرفته باشه، دکترا گرفته باشه، بالاتر از او گرفته باشه، فیلسوف بشه و پروفسور بشه، پدر پدره دیگه. پروفسور هستی هم پدرت فلانیه. بله. در برابر پدر باید احترام کنه انسان، در برابر مادر خود باید احترام کنه انسان، در برابر اون کسی که استاد بوده یک وقتی برای انسان محترم بشماره، در برابر بزرگ یک قبیله پیرمردا باید که احترام بکند، بلندتر حرف نزند، روی حرفشان حرف نزند. این چیزا هست که انسان را ارزش میده و ارزش انسان بالا میره. ایلا این که من یک موبایل خوب داشته باشم، یک پولی زیاد داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، اینا ارزش خوب داشته، قیافه خوب داشته باشم، اینا ارزش انسان بالا نمیبره. اون ادب انسان، تواضع انسان، شکستگی انسان و ولی حفظ حرمت دیگران، این انسان را ارزشمند میکنه، ارزش انسان را بالا میبره. خب این را خیلی زیاد طولانی نکنیم، گرچه این موضوع بسیار موضوع قشنگ و شیرین است. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حضرت امام حسن مجتبی میفرماید بادرتک بالادب، اولین نصیحتی که به تو میکنم این است که زودتر از هر نصیحتی تو را به ادب سفارش میکنم. ادب داشته باش. ادب یعنی در بین کارها کاری را که خودت خوب میبینی انجام بده، در بین گفتارها گفتار را که خودت خوب میدانی همون رو بگو. در یک مجلس وقتی که مینشینی، از انواع نشستن اون نشستن را که خوب به نظرت میرسه همون جور باید بشینی. خب بعضی اوقات انسان در مجلس مینشینه، حواس انسان نیست، پای خود را دراز میکنه، پای خود را روی پای خود میکند، این خوب است یا این که نه دو زانو بشینی مؤدب، تکیه کرده بشینی خوب است یا بدون تکیه بشینی خوب است؟ این که عقل انسان درک میکند این امور را. در حضور یک نفر مثلا پر حرفی کنی خوب است یا حرف کمتر بزنی خوب است؟ این که عقل انسان درک میکنه از بدیهیات است، از ضروریات است، از امور است که درس کار ندارد. اینا
ادب یعنی اون، ببین در بین این مجموعه کدامش به نظرت خوب میرسه اون خوبتر رو باید انجام بده. در عبادت خود انسان چیکار کنه؟ در عبادت خود اون عبادتی که بهتر از همه به نظر میرسه اون رو باید که انسان اختیار کنه در برابر خدای تبارک و تعالی. عبادتی که در اول وقت باشه، عبادتی که در او آرامش باشه. نماز را تون بخوانی خلاف ادبه. بله. عبادتی که بعدش تعقیبات باشه، بعدش دعا باشه، هم برای خود، برای پدر مادر خود، برای مردگان خود، برای جامعه خود، برای هدایت مردم، برای سعادت مردم، برای برون رفت مردم از گرفتاری ها. خب یک چند دقیقه بیشتر را وقت بگذاری خیلی وقت نمیگیره. یک 10 دقیقه را برای یک نماز اگر انسان وقت بذاره هم تعقیباتش میشه، هم نماز را با آرامش میتونه بخونه. یک 30 دقیقه را برای 2 تا نماز، 1 ساعت را برای 2 تا نماز بگذاره، جایی را خراب نمیکنه. این است در عبادت خود انسان اون ادب لازم را باید که چی داشته باشه، در برنامه خود قرار بده. در درس خود چی درس خواندنی خوب است؟ بعضی ها فقط میره در درس رو برمیگرده و بعضی ها نه بابا، وقتی که به درس میره قبل از این که استاد درس را میگه درس را آماده میکنه. وقتی هم که بله اونجا که رفت، وقتی که استاد شروع کرد به درس خواندن، اون چون شب قبلش او درس ها را مطالعه کرده، اون نقاط را که محل تأمل است بیشتر گوش میده. استاد اگر یک چیزی گفت، این هم یک چیزی میگه، او هم یک چیزی میگه، واضح‌تر میشه، علم بیشتر میشه، بالاتر میشه. بعدش هم با رفقای خود صحبت میکنه، در این مورد گفتگو میکنه. این یک جور درس خواندن، یک درس خواندن همین است که انسان بره و برگرده. کدامش خوبه؟ او خوب درس خواندن است یا این خوب درس خواندن؟ بار علمی هم نداشته باشه برای جامعه هم اون فایده ای را که باید داشته باشه نداره. روزا حتی ضرر داشته باشه، دکتر بله. میزنه قطعاً دکتر میشه میزنه مردم را میکشه. عرض کنم به حضورتان که ها در تمام چیز همین طوره، داستان همین است. خلاصه انسان اگر یک شاگرد خوب شود، چی جور شاگرد باید بشه؟ در برابر استاد خود صدای خود را بلند کنه، یا اینکه صدای خود را پایین بگیره خوبه، خوب گوش بده خوبه، یا اینکه خواب‌آلود باشه خوبه؟ خوب را از بعد خدای تبارک و تعالی نعمت بزرگی برای از ما داده که اون نعمت، نعمت عقل است. و با عقل خود انسان با این عقل فطری بسیار چیزها را درک میکند. خدا را انسان با این عقل خود میشناسد. لذا این یک نقطه اول از نقاطی است که ارزش برای انسان میدهد. اگر که یک کس خواستگاری هم بره، یک بچه اگر با ادب باشه اما دختر قبول میکنه، اگر که ادب نداشته باشه همون دخترم هم قبول نمیکنه این بنده خدا را. مغرور باشه، متکبر باشه، زیاد حرف بزنه و هر طرف نگاه بکنه، اگر که او دختر هوشیار قبول نمیکنه دیگه همچه آدمی را. بله. به هر حال اسباب بدبختی بودی. بله. پس بنابراین زندگی انسان هم با همین آداب درست میشه. گاه اوقات میبینی بعضی اختلافات خانوادگی از ناشی از این مراعات نکردن آداب و رسوم است. ادب را انسان مراعات نمیکنه به مشکل برمیخوره. به احترامی میکند به خانم خود، به احترامی میکند به خانواده خانم خود، به احترامی میکند به مقدساتی که اون خانم او را مقدس میدانه. و در نتیجه اونم انسان یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه یک چیزی میگه دیگه، بعد بین اینها جنجال میشه و گرفتاری میشه و دوست سر و صدا میشه دیگه، کی پیدا شوه که بین اینها حرف بزنه. اینا همش ناشی است از این که یک مقدار انسان به خود زحمت نمیده. کمی انسان به خود زحمت بده، یک مقداری باید کار کنه روی خود، فکر کنه که بعضی از خلقیاتش خوب نیست کنار بگذاره، بعضی از خلقیاتی که لازم است باید کسب بکنه، یا از روایات یا از انسانهای درست. یک مقدار رفت و آمد خود را با بعضی از افرادی که مراعات نمی کند، قید و بند ندارد، محدود کنه. این زندگی انسان را زندگی خوبی میکنه. اگر دکترم شد، دکتر با ادب باشه. اگر که و پروفسور بود، پروفسوری با ادب باشه. اگر تیاره ساختم، تیاره سازی با ادب باشه. برق اختراع میکنیم، برق مخترعی با ادب باید باشه. حتی اگر انسان علم دین داشته باشه که بهترین علم است، باید ادب داشته باشه. عالم هست اما مراعات نمیکنه، به درد نمیخوره دیگه. عالمی هست که مثل زنبور بی عسل میماند، هیچ نه برای خودش فایده است اون علم و نه برای جامعه. عالم در روز قیامت نسبت به جاهل
بار بیشتری دارد، گرفتاری بیشتری دارد، چون این میفهمد و عرض کنم که مراعات نمیکنه، اونا که نمیفهمد و مراعات نمیکند. این طور است. ادب مثل پاسپورت، پاسپورت اگر انسان نداشته باشه هیچ جای نمیتونه بره. بله. اگر ادب نداشته باشی در همه کار خود لنگی. این نقطه اول زندگی انسان است. بعد از ادب اون وقت رشد دادن عقل است. ادب را انسان داشته باشه، عقل خود را هم رشد بدهد و از خداوند تبارک و تعالی بخواهد که به عقل او اضافه کند. عقل بسیار نعمت بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در برابر انبیاء خود عقل را یک پیغمبر مطرح کرده. در روایت است که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن حکم فرمود یا هشام ان لله على الناس حجتين حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الظاهره فالانبیاء والرسل والائمه و اما الباطنه فالعقول. گفت هشام، هشام ابن حکم از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و اصحاب حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام است. فرمود ای هشام، خدای تبارک و تعالی بر خلق دو حجت قرار داده است. یک حجت او پیغمبر است و امام است و عرض بشود به حضورتان که یک حجت دیگه او عقل است. عقل را در کنار پیغمبر و امام قرار داده است. ببینید چقدر ارزشمنده. عقل خودش پیغمبره، پیغمبر باطنی انسانه، همان قسمی که حضرت خاتم انبیا پیغمبر در ظاهر است. بله. عقل پیغمبر است در باطن، انسان را به خوبی امر میکند و از بدی منع میکند. عقل بسیار ارزشمند است. خب اون وقت این عقل ارزشمند چجور باید رشد بکنه؟ چند چیز است که جلو رشد عقل انسان را میگیرد که در ابتدای برنامه هم عرض کردیم. یکی از چیزهایی که جلو رشد عقل انسان را میگیره هوا و هوس، پیروی از نفس. این نفس سرکش، نفس اژدرهاست. او کی خوابیده است؟ از غم به حالتی افسرده است، منتظر است که انسان از انسان یک چراغ برق، یک چراغ سبزی خلاصه ببینه، دیگه میبره انسان یا به چاه میزنه یا به آب میزنه، میکشه انسان را. حقیقت انسانیت را از انسان میگیره، اون جوهر انسانی را از انسان سلب میکند. این نفس. لذا از نفس خود حضرت امام زین العابدین به خدا شکایت کرده، الهی اشکو نفسی. پروردگارا در همین مناجات 15 ببینید میگه خدایا من از نفس خود به تو شکایت میکنم، الالله المشتکا، با خدا شکایت میکنم از این نفس سرکش که گاهی به من یک چیزهایی میگه که مرا اذیت میکنه. نفس انسان به انسان دستور میدهد که مال مردم رو بخور. نفس انسان به انسان دستور میدهد که به آبروی مردم به احترامی کن. نفس انسان به انسان دستور میدهد خدای نخواسته که به ناموس مردم اهمیت ندی، نعوذ بالله و العیاذ بالله. این دستورهای نفسه. نفس انسان و انسان دستور میدهد که هر کار را که میخوای انجام بدی. نفس است. حسادت کو به یک مسلمان، بخیل باش، درس نخوان، تنبلی کن، عرض کنم به حضورتان بیکار بگرد هر طرف. نفس دیگه بابا چه خبره دیگه، یک مقدار باید راحت باشیم، باید راحت زندگی کنیم، خوش زندگی کنیم، خب تفریح باید بکنیم. دو روز دنیا است. باید بگذره. ما نمیگیم که این ما مخالف تفریح هستیم و مخالف خلاصه آزاد بودنیم. اون آزادی که انسان را مقید کند، در حبس کند، اون بده. این چون با دستور دشمن انسان است. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک. وقتی که دشمن به انسان دستور بدهد هیچ وقت از نقطه دوستی دستور نمیدهد. نفس دشمن است و دستور او هم دستور دشمنانه است. فلذا خدمت شما عرض بشود که اولین چیزی که جلو عقل انسان را میگیره نفس انسان است. انارت العقل مکسوف بطوع هوا. نور عقل را اطاعت از هوای نفس از بین میبرد. خب در کنار این هم امور دیگه ای هست که اونها را انسان ازش مواظبت بکنه که عقل انسان را بر باد فنا ندهد،
چون برنامه برنامه است کوتاه و به همین اندازه و یک توضیح اجمالی بود که خدمت شما عرض کردیم، ان شاء الله در جلسات آینده اگر توفیق بود ادامه بحث را خواهیم داشت ان شاء الله. کمال استفاده را بردیم از شما استاد گرامی، خداوند به توفیقات شما بیفزاید ان شاء الله. خدا به ما توفیق بده و بقیه دوستان جوانانی که بیننده برنامه ما هستند که عامل به این صحبت ها باشیم و از این کلماتی که شما گفتین و بیاناتی که ائمه معصومین بر زبان شما جاری شد و ما شنیدیم ان شاء الله ما کمال استفاده رو ببریم. بله بینندگان عزیز، دوباره ولادت با سعادت حضرت آقا علی اکبر علیه السلام، جوان برومند آقا امام حسین علیه السلام، خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ایدی ما ظهور و فرج آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف باشن و انشاءالله که به همه ما و شما جوانان عزیزمان در هر گوشه دنیا که هستن صحت و عافیت عنایت کند پروردگار عزوجل، و همچنین در هر جایی که هستین تندرست و سالم باشین و سرتون سلامت باشه و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.